درود بر تو که در میان آسمان نشسته ای تا ستارگان را پایدار گردانی. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی، ارادتمند همه شما خوبان فرهیخته. دوستان گرامی، در رابطه با کوههای رنگی، در رابطه با تپه رنگی و دشت رنگی، قبلا یکی دو تا کلیپ رو من خدمتون عرض کرده بودم که معمولا مکانهای رنگی جهت دهنده هستند. یعنی مثلا کوه سیاه میتونه به سمت شمال اشاره بکنه. یعنی شما اگر کوهی رو دارید به نام کوه سیاه، سه تا مکان دیگر رو باید فاکتور گرفت و یعنی جنوب و شرق و غربش رو اصلا کار نداشته باشید و صرفاً به سمت شمال برید. پس دوستان گرامی، یک موردی رو من عرض میکنم خدمتتون که مطمئناً در جایی نخوندید و نشنیدید و به نوعی میتونه یکی از اسرار باشه، هرچند به همین رنگ ها هم مطمئناً شخصی اشاره نکرده. خب دوستان گرامی، کوه سیاه میشه سمت شمال و اگر شما کوهی رو داشته باشید به نام کوه سیاه، تپه سیاه، چشمه سیاه، مطمئناً این مکان برای بارگذاری استفاده شده. ما کوهی رو داریم به نام کوه سفید، تپه سفید، چشمه سفید، هیچ فرقی نمی‌کنه، هر چیزی که سفید باشه، یعنی غروب آفتاب، یعنی غرب، و مطمئناً باز هم برای بارگذاری استفاده شده. دوستان گرامی، کوهی رو داریم به نام کوه سرخ، تپه سرخ، چشمه سرخ، یعنی سمت جنوب. و وقتی شما کلمه سرخ رو میشنوید در هر جایی، این یعنی چی؟ اشاره به یک مقبره داره و اطراف مقبره سه تا قبر بسیار بسیار مهم. پس شما اگر کوه سرخ رو شنیدید، صرفا جنوب رو در نظر داشته باشید، فقط و فقط جنوب رو در نظر داشته باشید و مطمئنن کلمه سرخ بیانگر یک مقبره و سه قبر بسیار مهم و ارزشمندی هست. اما ما چشمه زرد داریم، کوه زرد داریم و تپه زرد داریم. اگر مکانی رو با نام زرد شما شنیدید دوستان گرامی، بیانگر سمت طلوع آفتاب یا شرق هست و کوه زرد، تپه زرد، چشمه زرد به هیچ عنوان برای بارگذاری استفاده نشده. ممنونم از اینکه پای صحبت بنده نشستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تنها راه حمایت شما دوستان عزیز از ما همین هست که لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید تا کانال بالا بیاد و دوستان بیشتری بتونن از این کانال و مطالب آموزشی و کلیپ های کوتاه کانال یوتیوب کالج باستانی استفاده بکنن. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما. رضا ابراهیمی هستم، اهورای پاک، نگاهبان شما خوبان. حق نگهدار.